هرات در نبرد با کرونا آمادگی می‌گیرد. برای نقل سالی امکانات و تجهیزات طبی از سوی ریاست سهام این ولایت تهیه و ترتیب داده شده است. این تجهیزات شامل تخت، پایه‌های سرم و لوازم بهداشتی هستند که برای تجهیز 180 بستر ویژه ویروس کرونا در ولسوالیا ارسال خواهند شد. یک مقدار تدارکات برای بسترهای شفاخانه‌هایی که قرار است ارائه خدمات ایزولیشن برای مریضای احتمالی در ولسوالیا ارائه بکنه به نو ولسوالی ولایت هرات که بیشترین نفوس داره ارسال میشه. این تجهیزات شامل چپرکت ها، پایه سیروم، لوازم مربوط به بسترهایی که در جوار مراکز صحی موجود ما فعال میشه. سرویس شده. این تجهیزات در شرک صنعتی بسته‌بندی شده و به مراکز صحی ویژه درمان بیماران کرونا انتقال می‌یابد. اکثر مواد خام این محصولات در داخل خودش هرات توزیع میشه و تولید میشه. خصوصاً پروفیل از اینکه داره شرکت های همسایه با ما همکاری کردن و دارن توزیع میکنن برای ما از اون استفاده میکنیم و همینجوری پروسس داره میشه، تمام کارا همینجا انجام میشه. به هر حال به نظر میرسد آمار مبتلایان به بیماری کرونا در هرات با گذشت هر روز بیشتر میشود. با توجه به همین وضعیت رئیس سهام هرات تاکید میکند که آنان در تلاشند تا دکتران متخصص را برای درمان بیماران کرونا در خط مقدم قرار دهند. ما باید منتظر مرگ ها باشیم و آمادگی برای مرگ ها هم داشته باشیم. همینطور که سهام این روزا تاکید بیشتر روی شفاخانه شهدایی میکنیم که برای امکانات ونتیلاتور متخصصین فراوانی که برای اونجی کرفته و جابجا شده بخش آی سی یو که ما منتظر موج بعدی که مریضای خراب در وست و طبعا در مریضای خراب میزان وفیات هم بلندتر خواهد بود تبیز که باید منتظر وفیات ما باید باشیم. ریاست سهام هرات تاکید می کند تنها راه مبارزه با بیماری کرونا در حال حاضر فقط ماندن در خانه و خودداری از گشت و گذارهای غیر ضروری در شهر می باشد. مسئولان صحی هرات از شهروندان می خواهند تا به قوانین صحی عمل کنند. بزرگترین نقش در کاهش واقعات و همچنان در کوتاه ساختن سکل چرخه ویروس اقامت در خانه هاست. هرقدر ما اقامت در خانه ها رو تمدید بکنیم مطلقا انتشار ویروس بین افراد جامعه و پیامدهای بد و ناشی از ویروس بعد دقل خواهد رسانده. ارزش مجموعی این تجهیزات طبی بیش از 3 میلیون افغانی گفته شده و قرار است به سهم هر ولسوالی 20 بستر ویژه درمان بیماران کرونا در نو ولسوالی ترتیب داده شود. این تجهیزات طبی در حالی به ولسوالی انتقال می‌یابد که هرات در مقابل تهدیدی بزرگ از سوی بیماری کرونا قرار دارد. در حال حاضر 317 نفر به این بیماری در هرات مبتلا شده‌اند.